سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز اتهام‌های جهانی به عنوان نیرویی که نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی تهدیدی جدی محسوب میشه قرار داره. اکنون با افزایش فشارهای بین‌المللی، پارلمان اروپا به لیست‌گذاری این نهاد به عنوان یک سازمان تروریستی نزدیک شده. آیا زمان اون نرسیده که جهان به این خطر واکنش جدی‌تری نشون بده؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر حسین جهانسوز از آمریکا. سلام می‌کنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه. من خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شورشگران کانونهای شورشی در ایران. درود بر شما. همیشه به ما توضیح بدین که نقش پارلمان اروپا در این قضیه لیست گذاری سپاه چیه؟ بیش از 40 سال که مقاومت خطر سپاه رو به جهانیان گوشزد میکنه و در این زمینه افشاگری های زیادی کرده، با ارائه اسناد و مدارک کافی و گذاشتن تظاهرات، کنفرانس ها، مسابقه ها، میز کتاب ها و همینطور حتی انتشار کتاب ها به دنیا خواسته بگه که این سپاه پاسداران یک تشکل بسیار خطرناکیه برای امنیت همه مردم دنیا. ببینید یک فرقی که این گروه های تروریستی در اصل گروه های تروریستی هستن در بعضی الان در کشورهای آمریکای جنوبی هم ممکنه باشه، تعدادشان بسیار محدوده و در ضمن یک سری سلاح های خیلی ابتدایی در دست دارن و با بودجه بسیار بسیار ناچیز مبارزه میکنن، ولی خب این در واقع یک گروه تروریستی نیست، این یک ارتش تروریستیه. نیروی زمینی داره، نیروی هوایی داره، نیروی دریایی داره، تانک و توپ و موشک و هواپیما و همه چیز داره و در ضمن بودجه بسیار بسیار کلانی در اختیارشه و اینجوری که میگن حدود 70-80% بودجه کشور در اختیار سپاه پاسدارانه. بنابراین این میتونه بسیار خطرناک باشه برای همه مردم دنیا. در ضمن گروه های تروریستی نیابتی هم داره، مثل حزب الشیطان و حماس و گروه های دیگه در کشورهای مختلف، ولی ببین و مرتب هم دست به عملیات تروریستی میزنه، چه در داخل ایران و چه در خارج. در خارج کشور دیدیم مثلا چند سال پیش دکتر کاظم رجوی رو در سوئیس ترور کردن، آقای حسین نقدی عضو شورا رو در ایتالیا ترور کردن، دکتر قاسملو رو در وین و همینطور هنرمند فرخزاد رو در آلمان، بختیار رو در پاریس و حتی در دورترین کشور تا ایران که آرژانتینه، اونجا هم عملیات تروریستی اینا انجام دادن. بنابراین این واقعا یک مشکل و یک معضلیه برای تمام مردم کشورهای دنیا. در عراق هم اون موقعی که مجاهدین در عراق بودن بارها به مجاهدین که بدون سلاح بودن حمله کردن، تعدادی از اونا رو کشتن و حتی آدم ربایی هم کردن، اینا مرتب آدم ربایی هم میکنن، تعداد از مجاهدین هم رو بودن و با خودشان بردن. بالاخره بعد از این همه تلاشی که مقاومت به خصوص انجام داد در شناساندن ماهیت خطرناک سپاه پاسداران، بالاخره جامعه جهانی چشمش باز شد و پارلمان اروپا هفته پیش یعنی اول آبان ماه 1603 یک جلسه رسمی گذاشت در استراسبورگ و به بررسی به اصطلاح روز اول تروریسم حکومتی رژیم این جلسه را اختصاص داد و به طور مشخص خواسته اصلی اون لیست‌گذاری سپاه پاسداران بود. نمایندگان زیادی در اینجا صحبت کردن و حتی اشاره کردن که این سپاه در لیست‌های آمریکا و کانادا هم قرار گرفته، بنابراین ما هم بایستی این راه را ادامه بدیم. البته یک نکته بایستی توجه کرد که یک پارلمان مثل پارلمان کانادا، درسته ممکنه به اصطلاح شاخه های مختلفی درش باشه از نظر سیاسی، ولی وقتی مسئله امنیتی میرسه خیلی افکارشان به هم دیگه نزدیکه، بنابراین خیلی آسونتر میتونن یک قطعنامه رو در اونجا تصویب کنن چون فقط یک کشوره. ولی در پارلمان اروپا 750 تا نماینده مجلس هست که از اینا از 27 کشور اینا آمدن، با البته زمینه های فکری و اقتصادی و سیاسی مختلف. بی خاطر خیلی مشکل تره که در اینجا قطعنامه تصویب بشه، بخصوص که احتمال داره که از این 750 نفر
تعدادی هم باشن که به دلایلی از رژیم حمایت میکنن. در همزمان با همین جریان پارلمان اروپا، جلسه پارلمان اروپا، یک در کنفرانس برلین هم بود که خانم رجبی سخنرانی کردن و به اصطلاح از دنیا، از جهانیان خواستن که مبارزه مردم ایران رو برای سرنگونی استبداد دینی به رسمیت بشناسن و در ضمن سپاه تروریستی رو هم در لیست تروریستی قرار بدن. البته سوالی که شما کردن که نقش پارلمان اروپا، خب پارلمان اروپا میتونه تصویب کنه قطعنامه هایی، محکوم کنه سپاه پاسداران رو، میتونه به نهادهای دیگه‌ای که توی همین پارلمان اتحادیه اروپا هست توصیه هایی بده در این مورد و لیست گذاری کنه سپاه رو. حتی به خاطر نقص حقوق بشر در ایران، هفته ماه پیش به تنهایی 150 نفر را در ایران اعدام کردن در زمان این پزشکیان. حتی هیچ موقع در زمان ریاست جمهوری رئیسی جلاد 67 هم 150 نفر در یک ماه محکوم نشد. این میتونه باشه. و در ضمن میتونن فعالیت های نظامی و تهدیدات امنیتی که برای دنیا به وجود میاره رو روش انگوش بذارن و میتونن آگاهی عمومی را بالا ببرن. ببینید یک چیزی که باید توجه داشت، پارلمان ها قدرت اجرایی ندارن. مثلاً خواهم در واقع اونا میتونن توصیه کنن به دولت هاشون که اینا را تو لیست بذارین. حدود سه سال پیش بود که پارلمان کانادا تصویب کرد که در لیست گذاشته بشه ولی دولت کانادا نذاشت. ولی اخیراً فشار رو بیشتر کردن، پارلمان و شرایط سیاسی جهان هم عوض شده و تونستن این کار رو انجام بدن. به هر حال پارلمان اروپا نوعی حمایت سیاسی و نظارتی داره که به هر حال میتونه تاثیرات قابل توجهی بر سیاست داخلی و خارجی رژیم بذاره. حالا سوال اینه که چرا تا حالا سکوت کرده بود؟ در واقع جامعه بین المللی چرا در قبال فعالیت های سپاه اینقدر سکوت کرده و چه عواملی باعث شده که الان مقدار این فشار افزایش پیدا کنه؟ ببخشید. یکی مناسبات سیاسی و اقتصادی دولت های مماشاتگره. خیلی دولت های مماشاتگر سال هاست که از این رژیم در شرایط گوناگون حمایت میکنن. حتی در قیام سال 1388 هم در حدی اوباما از اینا حمایت کرد که مردم شعار میدادن که اوباما با اونایی یا با ما. بعدم یکی دیگه پیچیدگی ژئوپلیتیکی و به اصطلاح اوضاع سیاسی و پیچیده خاورمیانه است که باعث ترس بعضی از این کشورها میشه که ممکنه ایجاد تنش بکنه در منطقه بشه، تنش را به اصطلاح بیشتر کنه و در ضمن تفاوتی هم دارن در منافع به اصطلاح کشورهای مختلف در مورد رژیم، بخصوص منافع اقتصادی. این یکی از مهمترین. و اینکه الان شما سوال کرده که چه عاملی موجب افزایش فشار روی چیز شده، یکی که واقعا نه به خاطری که بخوام از مقاومت تعریف کرده باشم، فعالیت های شبانه روزی مقاومت از روز تولد ننگین این رژیم تا به امروز برای افشای ماهیت جنایتکارانه رژیم و گذاشتن سپاه در لیست تروریستی. یکی دیگه هست به اصطلاح نقص حقوق بشر در ایران که حتی نماینده سازمان ملل در به اصطلاح در مورد ایران جریان سال 67 اینا رو به نسل کشی به اصطلاح گذاشت، یک نسل کشیه بره. بعد یکی دیگه فعالیت های تروریستی و نظامی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه های نیابتی. یکی هم آگاهی عمومی بیشتر شده، مردم بیشتر ماهیت رژیم پردن. یکی هم تحولات سیاسی که در کشورهای مختلف به وجود آمده. اینا عوامل هایی هستند که و در ضمن ضعیف شدن رژیم. هیچ موقع رژیم بی حد ضعیف نشده بود ابدا. الان در شرایطی قرار داره. یک زمانی بود که خامنه ای میگفت که
اگر به ما کوچکترین مثلا ناراحتی به ما اسرائیل برسونه ما حیفا و تلافی رو با خاک یکسان میکنیم. ولی دیدین که در وقتی که نماز میت میخوند برای حنیبه بعد در تهران اگر به قیافش نگاه کنین ویدیوهاش هست همش به آسمون نگاه میکرد، تمام چهرهش پر وحشت بود، شدیداً ترسیده بود. من به نظر من به جای نماز میت شاید نماز وحشت خوند و چیزی نصیب حنیه نشد از اون نماز خوندن. البته نمازهای ریایی خامنه‌ای که نصیب هیچکی نخواهد شد. به نظرتون اگه لیست گذاری بشه آیا مانع از نفوذش خواهد شد یا نتیجهش متفاوت خواهد بود؟ ببینین در خب رژیم لابیستای زیادی داره در کشورهای مختلف که از این مزدورها و جیرخاران رژیمن با شکلها و اسامی مختلف مثل استاد دانشگاه تا کسانی که به اصطلاح اصلاح طلب ظاهرن هستن. اینا مرتب کارشانی بوده در طول این مدت که سیاستمدار کشورهای خارجی را میترسونن از اینکه اگر سر به سر رژیم بذاری، اگر رژیم رو سپاه پاسداران رو بذاری تو لیست تروریستی، رژیم تنش‌ها رو تو منطقه اضافه میکنه، رژیم میتونه نیروهای نیابتیش بخواد که مشکل برای افرادی که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای دیگه به وجود بیاره. در واقع مردم رو میترسونه. ولی با توجه بعد از این جریان اکتبر 7 پارسال دیگه قول معروف ماهیت رژیم کاملا آشکار شد. دیدن که رژیم یک واقعا ببر کاغذی هست و نیروهای نیابتیش ضربت بسیار بسیار شدیدی خوردن، تمام دستهاشان یا قطع شده یا شدیداً زخم شده و الان موقعشه که دیگه یک پتک به اصطلاح آهنین سنگین رو به سر به اصطلاح این مار که سرش در تهران هست زد و این هم وظیفه فقط و فقط مردم ایران و به اصطلاح تشکل سازمان یافتش به نام مقاومت مجاهدین و شورای ملی مقاومت و نه هیچ کس دیگه. با تشکر بسیار از دکتر جانسوز از اینکه در این گفتگو شرکت کردیم. خیلی ممنون از وقتتون. خیلی ممنون که به من وقت دادید.